زنان افغان امروز در حال در طول نشست‌های مختلف از روز جهانی زن تجلیل به عمل می‌آورند که تحولات اخیر و تازه سیاسی به شمول احتمال مذاکره و مصالحه با طالبان باعث برخی نگرانی‌ها از جانب زنان در عرصه حفظ حقوق و دستاوردشان شده و گزارش‌های تازه بنیادهای مختلف حقوق بشر و زنان حاکی از افزایش خشونت علیه این قشر است. تحلیل بیشتر اهمیت تداوم و گسترش حضور زنان در جامعه در شعاع تحولات تازه موضوع صحبت ما با مهمان این ساعت برنامه از کابل از خانم فوزیه حبیبی معین وزارت امور زنان با ما هستند. خانم حبیبی سلام به شما، ممنون از حضورتان در برنامه و با تبریک روز زن به شما. امسال زنان افغانستان در حالی از این روز در کابل و دیگر نقاط تجلیل به عمل میارند که موضوع مذاکره با طالبان در صدر نگرانی آنها قرار گرفته و به نظر میرسه که به نوع زنان در پروسه مذاکره و یا حداقل در پروسه سیاسی در جریان از او باز هم در حاشیه قرار داده شدند. شما این نگرانی را تا چقدر موجه ارزیابی میکنه؟ تشکر. با عرض سلام به شما و بیننده های عزیز تلویزیون آشنای صدای امریکا، 8 مارچ ما هم تبریک میگم و موفقیت های زنان افغانستان بیشتر از این میخوایم. در رابطه با سوال شما باید بگویم که خواهر عزیز، مذاکرات درست است، ما 8 مارچ در روز تجلیل میکنیم، در روزایی که مسئله مذاکره صلح دیریان داره. مذاکرات صلح از دیر زمان در این مورد وجود داره و نگرانی ها تا حد ما قدر زیاد نگران به این نیستیم که تعهدات حکومت وحدت ملی و شخصا دکتر محمد اشرف غنی جدی هست در این راستا که در مشارکت سیاسی و در گفتمان ها در تمام از اونها مسئله قانون اساسی را مد نظر میگیرند، چنان به چند پیش با نهادها و فعالین حقوق زن و همچنان با وزارت امور زنان نمایندهشان اینا دیدار داشتند در رابطه با مسئله پروسه مشارکت صلح. ما امیدوار هستم که حکومت وحدت ملی با وعده هایی که دادن و یقین دارم که پروسه صلح را جدی میگیرن و در بله. و نقش زنها انشالله که نادیده گرفتن نخواهد شد. بله، و در این زمان آقای غنی در کمپین های خود وعده دادن 4 وزارت با خانم ها کرده بود. برخی از فعالین مدنی حتی دست به اعتراض زدن و یک فهرست هم از اسمای خانم ها را به ارگ ریاست جمهوری تحویل دادن، خواهان روی کار آمدن وزرای زن شدند. شما حضور سیاسی زنها را در کابینه و حکومت تازه یا حکومت وحدت ملی چطور ارزیابی میکنین؟ فکر میکنین 4 وزارتخانه وعده داده شده به زنان سپرده خواهد شد یا خیر؟ انشالله به خاطر از این نشست‌های متعدد که هم جامعه مدنی و هم وزارت امور زنان باید رهبری حکومت وحدت ملی داشتن، اونا بر تعهدات خود استوار هستند و هنوز چون کابینه به شکل مکمل تکمیل نشده، 8 نفر معرفی شده بودند و باقی مانده انشالله در روزهای آینده معرفی میشن. ما مطمئن هستیم که این تعهد وجود داره و زنای افغانستان زنا در کابینه معرفی خواهد شدن و در به یقین لیستای هم خواسته شده و خانم هم صحبت شده. انشالله که ما امید داریم و به تعهدشان اطمینان هم داریم که زنای افغانستان در کابینه مثل سالهای پیشتر و یک زنم زیادتر حضور خواهد داشت. بله، خب در طول هفته که ما او را به پیشواز فرارسیدن روز زن سپری کردیم، گزارش های خشونت علیه زنان هم از افغانستان به ما می رسید. این در حالی است که برخی ارگان ها مثل کمیسیون مستقل حقوق بشر و نهادهای مدافع حقوق زن از افزایش خشونت ها و شدید شدن نوعیت خشونت علیه زنان در افغانستان خبر می دن. تا چقدر فکر میکنین ارگان های مربوط، چه پلیس، چه محاکم، چه قوه قضاییه، توانسته به شکل درستی این قضایای خشونت علیه زنان را در طول سال گذشته تحت تحقیق و پیگرد قرار بده و مسببین از او به میز عدالت کشیده شدن؟ فکر میکنین هنوز هم خشونت علیه زنان در افغانستان دست کم گرفته میشه یا خیر؟ بدبخت خانه که خشونت ها ما امرای شما هم میپذیرم که وجود داشته، خصوصا در اواخر ارقامش از سال پیشتر افزایش نیافته، اما شدتش بسیار زیاد بالا رفته و شدت خشونت ها امسال بسیار زیاد بود که متاثر کننده است. بله. و نهادهای جامعه مدنی، وزارت امور زنان و فعالین حقوق زن دادخواهی های خود ادامه دادن و شما دیدین در اواخر از این سال شما شاهد ازی بودین که کسایی که واکسین خشونت های فجیع علیه خانم ها انجام داده بودن با شدیدترین
مجازات محکوم شدن، شاهد اعدام کسایی بودیم که تجاوز کرده بودند بر زنا، و امروز هم قضایای بسیاری از کسانی که زنا را مورد خشونت قرار دادن در ارگان‌های عدلی و قضایی وجود داره، و تعهد جدی حکومت وحدت ملی و تعهداتی که جناب رئیس جمهور داره این ما را امیدوار به این می‌سازه که قضایای خشونت علیه زن جدی خود گرفته شده، جدی گرفته بشه، و ما مطمئن هستیم که پیگرد به خود داره. ولی ما در این حال مشکلات خودم داریم، نبود قضات مسلکی، کمبود قضات زن در ادارات، اینا از جمله عوامل هستند و که میتونه تهدید باشه برای خانم ما در رابطه با پیگیری قضایای خشونت. بله، ممنون و تشکر از حضورتان در برنامه خانم عبیبی. از معلوماتی که در قبال این موضوع را دادن، باز هم روز زن به شما تبریک، خانم، موفقیت بیشتر شما هستیم. تشکر.